امروز بهت یاد میدم که چطوری از یه سایت ایرانی بتونی برای هر پروژه بدون داشتن مهارت و تجربه بین 1 تا 2 میلیون تومان پول به دست بیاری و خیلی ساده آنن توی کارت بانکی توی ایران برداشتش رو بزنی. فقط نیازه که تا آخر این ویدیو رو تماشا بکنی. سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به ویدیو امروز. اسمم مانیه. توی این ویدیو گفتم بهتون میخوام بهتون یه روش درآمدی رو معرفی بکنم که توی ایرانه، با سایت ایرانیه و نه نیاز شما چیزی بلد باشید، نه نیاز طراحی بلد باشید، نه نیاز اصلا کاری انجام بدید. فقط تا آخر ویدیو رو تماشا بکنید و بدون هیچ تجربه و مهارتی روزانه برای هر پروژه‌تون بین 1 تا 2 میلیون درآمد داشته باشید. بچه‌ها اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت و سابسکرایبتون نره، جوین کانال تلگرام هم بشید و اینکه بزنید بریم سراغ ویدیوی امروز. خب بچه‌ها، سایتی که امروز باش کار داریم سایت ponisha.ir هستش. بچه‌ها اولا بهتون بگم، اول پونیشا رو براتون بیارم. سایت پونیشا بچه‌ها یک سایت فریلنسری ایرانی هست که انواع و اقسام آدم‌های مختلف داخلش کار انجام میدن و سرویس خودشون یا حالا محصول خودشون یا کاری که بلدن رو انجام میدن و پروژه میگیرن و پول در میارن و یک در واقع سایت فریلنسری هستش که ایرانیه و خیلی هم سایت معتبریه. همطور که میبینید اینجا حدود 230 هزار کارفرما وجود داره، مثبت 700 هزار فریلنسر وجود داره و مثبت 240 هزار پروژه ثبت شده توی این سایت. بچه‌ها کارهایی که تو سایت میتونید بکنید طراحی و خلاقیت مثل طراحی لوگو، طراحی تامنیل و و و چیزهای مختلف، تولید محتوا و ترجمه، توسعه نرم افزار و آی تی، مهندسی و معماری، کسب و کار، بازاریابی و فروش هستش که کاری که ما امروز داریم توی بخش طراحی و خلاقیت هستش. بچه‌ها امروز می‌خوام بهتون یاد بدم که با استفاده از یک وب اپلیکیشن به اسم کانوا یک لوگوی خیلی ساده بسازید و بتونید بین 1 تا 2 میلیون اون لوگو رو بفروشید. خیلی ساده است، اصلا خیالتون راحت. سایت خیلی سایت شسته رفته و تمیزیه، از در واقع سایت هایی که پشتیبانی میکنن از پونیشا، سایت های خیلی خیلی معروفی هستن مثل الوپیک، بازار و دیوار، سایت هایی که مطمئنن همتون میشناسید، یعنی امکان نداره نشناسید، شیپور و کلی زرین پال که یکی از بهترین سایت های در واقع پرداختی هستش، زومیت و کلی سایت های دیگه. پس سایت کاملا معتبریه و درآمدی که داره کاملا واقعی هستش. شما اگر بخواید اکانت بسازید توی این قسمت ثبت نام یا ورود داره که کلیک میکنید، با شماره موبایلتون و ایمیل پسوردتون اکانتتون رو میسازید که خیلی ساده است. لینکش هم توی کانال تلگرام گذاشتم براتون که راحت توی صفحه ثبت نام برید. لینک کانال تلگرام هم توی دیسکریپشن هم کامنت اول براتون پین شده. بچه ها بعد از اینکه اکانتتون رو ساختید، خب یک همچین پنلی برای شما میاد و میتونید که حالا وارد پروفایلتون بشید و کارهای مختلفی رو انجام بدید. بعد از اون یک همچین جایی میاد بچه‌ها. از اینجا شما توی قضیه دسته‌بندی میتونید حالا کاتگوری طراحی و خلاقیت رو انتخاب بکنید و مهارت هاتون رو هم وارد بکنید که آقا به چه مهارت‌هایی شما اشراف دارید و بلدید که اصلا نیازی نیست. من شما همین طراحی و خلاقیت رو که بزنید کلی کارهای مختلفی برای شما میاد که میتونید انجام بدید. به طور مثال طراحی لوگو، شما اگر مشاهده پروژه رو بزنید اینجا برای شما تمامی اطلاعات پروژه رو میاره. خب طراحی لوگو میگه آقا شکل لوگو انتخاب شده فقط از روی عکس متناسب با نام ما کشیده بشه و فایل های لایه بازش هم ارسال بشه. به همین سادگی. این رو ما الان باز بکنیم. یه لوگو شبیه این میخوان، فقط میخوان که متناسب با اسمی که میخوان انجام بشه. بچه ها حالا اسمشون چی هستش؟ اجازه بدید ببینیم که اسمشونو گذاشتن. بگردی من اسمشونو نمیبینم بچه ها. عکس رو گذاشتم، فقط گفتن که با اسمشون. حالا بعد پیام بدیم و ببینیم که خب اون اسمی که میخوان چیه. یه دونه مهلت ارسال پیشنهاده که خب میگه به اتمام رسیده و 12 تا پیشنهاد تاله گذاشتن و 14 روز و 21 ساعت هم زمان دارن که اون پروژه رو تحویل بدن. کلیت قضیه به این حالت. حالا من یه دونه رو به عنوان نمونه براتون آوردم که ببینید به چه صورته و بقیهش رو خودتون انجام بدید. عکسی که اینجا گذاشتن یک همچین حالتیه. حالا ما باید سعی کنیم یه لوگو شبیه این رو بسازیم. مثلا اسمشون سویتمانیه، مثل چنل خودم. سایتی که براتون گذاشتم سایت کانوا، لینکش توی سایت توی کانال تلگرام هست، حتما برید و استفاده بکنید. توی سایت که میاد از قسمت بعد از اینکه اکانتتون رو ساختید که با اکانت گوگل هم میشه، اصلا خیلی راحته،
یه دونه کرییت دیزاین داره، بعد از اینکه کلیک کردید این قسمت پایین تر که بیاید یه دونه همینجا یه دونه لوگو داره، توی لوگو کلیک میکنید. خب بچه ها بعد از اینکه روی گزینه لوگو از این قسمت کلیک کردید، صفحه ادیتورتون که باز شد، از این قسمت کلی تمپلیت های مختلفی هستش که شما تمپلیت به معنی قالبه، شما میتونید قالب های مختلفی رو از اینجا ببینید و قالبی که به نظرتون شبیه عکسی بود که بهمون نشون دادن رو انتخاب بکنید و بیایید و روش کار ادیت رو انجام بدید. بچه ادیتش هم خیلی ساده است، الان بهتون نشون میدم، اصلا خندتون میگیره که چقدر این ادیت میتونه ساده باشه. خب ما میگردیم ببینیم که مثلا کدوما میتونن شبیه باشن. من بالا یه دونه دیدم بچه ها که خیلی شبیه چیزی بود که مثلا یه همچین چیزی، این مثلا خیلی شبیه یه همچین حالتیه دیگه، درسته؟ حالا یه مقدار مثلا فضاش رو فرق بدیم خیلی شبیه. خب آقا مثلا ما میخوایم لوگوشون رو بسازیم، اسم لوگوشون به طور مثال سویت مانیه، من این قسمت به جای دی حرف اس انگلیسی رو میذارم و این قسمت ام رو میذارم که بشه سویت مانی. خب یا مثلا اینجا اس رو میذارم، مثلا اینور اجازه بدید این و امو میذارم، یه همچین حالتی. حالا هر کدوم که بالتر میشه، مثلا این به نظرم بالتر شد سویت مانی، این پایینم ما سویت مانی رو تایپ میکنیم. دیدید چقدر راحت اصلا لوگو ساخته شد. حالا ما مثلا اگه بخوایم این رو ام بذاریم که حالا ترتیبش هم درسته، ببینید فقط یه دونه دابل کلیک روش میکنیم و میزنیم. ببینید مثلا میخوایم یه جوری بذاریم که ترکیبش هم درست شه، این اس رو میاریم میذاریم اینجا و این ام رو مثلا یکم بالا پایینش هم بکنیم، مثلا اینجا بذاریم اینورم، این رو ما مثلا یه همچین حالتی میایم میذاریم اینجا اینطوری این حالت. خب اینم امرم یکم میاریمش مثلا پایین تر یا یکم چپ تر، مثلا بیاریمش وسط. کلی کار میشه کرد باشه، هر جوری که به نظرتون قشنگ میشه. ببینید مثلا این به نظرم چیز جالبی میشه، سویت مانیه یه همچین حالتی، یا مثلا نمیدونم یکم اینو تکونش بدیم هر حالتی که به نظرتون باحاله، یکم بالا پایینش کنیم، مثلا بیاریمش بالاتر، مثلا یه همچین شبیه گربه هم شد یکم، میاریمش اینجوری. و بعد مثلا اگر خواستن رنگ بکراند، مثلا گفتم آقا رنگ بکراند سفید باشه، ما میایم یه دونه کلیک رو بکراند میکنیم، این قسمت انتخاب میکنیم، مثلا گزینه سفید رو میزنیم و میگن مثلا نوشته هاش قرمز باشه، ما مثلا میایم قرمز بکنیم، چون هم بنفش میکنیم، مثلا همون مشکی میذاریم، این یکی نوشته اس رو ما دوباره میزنیم روش و مشکیش میکنیم. اجازه بدید اونور ما این نوشته این پایین رو دوباره روش کلیک میکنیم، مشکیش میکنیم و این یکی رو اجازه بدید اون اس رو من پیدا کنم، اس رو ما پیدا میکنیم و مشکیش میکنیم و دوباره این قسمت اینها رو ما برمیداریم سفید میکنیم. اینا همونایی هن که بچه ها در واقع میان و اون فاصله ها رو بینشون میندازن، اینا اونان. ببینید میبینید چجوریه، مثلا ما اینو دوباره اینم سفید میکنیم. الان میخواییم بچه ها با هم ببینیم که چجوری میشه، این یکی رو مثلا ما میاییم میذاریم اینجا، یکم این اینو ما یکم میاریم این برتر. خب این اسش، این هم من به نظرم مثلا میذاریم اینجا که این امه توش باحال بشه. خب اینو ما میذاریم اینجا، تمامه. یه دونه این بود که اینو یه مقدار به نظرم باید بیاریم بالاتر و یه مقداری باید کجش کنیم که از این قسمت اینجوری کجش میکنیم که این قشنگ جا بیفته توش. حالا این درست شد، اینو میکشیم این برتر، این اینجا باشه. یه دونه این سفیده رو داریم، اینو برمیداریم میذاریم اینجا، اینم دوباره یه مقدار کجش میکنیم. بچه قشنگ دارم لوگوها رو براتون میسازم که ببینید چقدر آسونه. خب اینو آقا ما میذاریم اینجا، یه دونه اینو داشتیم، این سفیده رو میایم توی لایه ها این قسمت میذاریمش که مثلا یه چیز جالبی بشه. یه دونه دیگه هم دارید که میتونید مثلا اینجا بذاریدش که باحال بشه. ببینید یه همچین حالتی. حالا اینو میتونید لایه هاشو عوض بکنید، مثلا بیفته رو لایه رویی، رو لایه زیری. حالا سویت مانیا هم مثلا میبینیم که یکم نحیفه، اینو میزنیم که حالا یه مقدار جلوه بیشتری نشون بده. اگر حالا مدل دیگه خواستید باز هم کلی تمپلیت های مختلفه، من گفتم بچا فقط یه دونه رو به عنوان نمونه براتون میارم و انجام میدید. هر چیزی که ببینید این دیگه به سلیقتون بستگی داره و به چیزی که ازتون خواستن.
و توضیحاتی اگه خواستید دوباره بنویسید، حالا حرف تی رو میزنید روی کیبوردتون و هر چیزی رو که خواستید مثلا اینجا وارد میکنید. من مثلا اسمم رو وارد میکنم و این قسمت بزرگش میکنم، مثلا میارمش زیر سویت مانی، درسته؟ حالا کوچیکترش میکنم میارم اینجا یا همچین حالت. و کلی آپشن های دیگه ای که میتونید برای کارتون ازش استفاده بکنید. بعد از اینکه تموم شد رو گزینه شیر کلیک میکنید، از این قسمت دانلود و به هر مدل فایلی که بهتون گفته بودن دانلودش میکنید. حالا امکان داره بگن PNG، امکان داره بگن JPG، هر سایت هر مدلی که گفتن دانلودش میکنید. ما همین PNG رو دانلود میکنیم و وقتی که گزینه دانلود رو بزنید شروع به دانلود شدن میکنه. بچه‌ها ببینید به همین سادگی لوگوی ما با کیفیت دانلود شد. بعد براشون میفرستید و انتخابتون میکنن و اگر اوکی بود لوگو طبق سلیقه و خواستشون بود، بین 1 تا 2 میلیون بودجه کارفرما هستش که براتون واریز میشه. که واریز شدنش این قسمت براتون میره، بچه‌ها توی قسمت حساب میبینید 0 تومنه، کلیک میکنید و اینجا برای شما صورت حسابتون میاد، تراکنشاتون هم میاد و اگر خواستید برداشت بزنید روی گزینه برداشت از حساب کلیک میکنید، براتون میاد که شماره کارت و شباتون رو ست بکنید همطور که میبینید و اینجا شماره شباتون رو میزنید، ثبت درخواست و برداشتتون انجام میشه. به همین سادگی میتونید از یه سایت ایرانی خفن پول به دست بیارید و روزانه بین 1 تا 2 میلیون تومان برداشت ازش بزنید. بچه ها دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. اگه از ویدیو خوشتون اومد یادتون نره حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال من سابسکرایب داشته باشید و جوین کانال تلگرام هم بشید. بچه ها تا ویدیو بعدی کلی مراقب خودتون باشید، تا کنید پولدار شید و فعلا خدا نگهدار.